این هفته ویژه غذاست. گلخونه‌ای که با گرمای فاضلاب کار میکنه، رباتی که غذا آماده میکنه و پیتزایی که ربات اون رو میپزه. در دوران کرونا مردم بیش از پیش به سلامتیشون فکر میکنند. در نتیجه به غذایی که میخورند، اینکه از کجا اومده و چطوری درست شده هم بیشتر فکر میکنند. در بریتانیا بنا به یک تخمین حدود 80% خوراکی ها وارداتیه. بنابراین محدودیت سفر و کنترل سختگیرانه تر مرزها میتونه درد سرساز باشه، مگر اینکه خود بریتانیایی ها بیشتر تولید کنند. در این رابطه رفتیم به سراغ پروژه‌ای که در نوع خودش در دنیا اولینه. هدف پروژه اینه که غذای بیشتر تولید کنن ولی آسیب کمتری به طبیعت بزنن. هر سال 1 میلیون تن فاضلاب در بریتانیا تولید میشه و این فاضلاب خودش ضایعات داره، حرارتی که پس میده. خیلی ها دارن تلاش میکنن راهی پیدا کنن تا از این حرارت به عنوان یک منبع انرژی پایدار استفاده کنن. در ایست انگلیا با این منبع انرژی پروژه گلخونه بی‌نظیری رو انداختن که اگه موفق بشه صنعت کشاورزی بریتانیا رو زیر و رو می‌کنه. این اولین گلخونه دنیا خواهد بود که از حرارت یک واحد تصفیه آب استفاده می‌کنه. بریتانیایی‌ها هر سال بیش از 500 هزار تن گوجه فرنگی مصرف می‌کنند. حدود 400 هزار تن، یعنی 80% از این میزان، وارداتیه. وضع خیار و فلفل هم همینه. 75% اولی و 90% دومی وارداتی هن. اگه این گلخونه جدید راه بیفته، نه تنها بریتانیا در تولید این محصولات خودکفا میشه، بلکه تولید آلاینده های کربنی هم 75% کاهش پیدا میکنه. بله، در بریتانیا یکی از بزرگترین هاست. هر هکتار از یک همچین گلخونه 10 برابر یک هکتار زمین زراعی محصول میده و 1/10 آب میخوره. فکر کنم در همین یک واحد حدوداً سالی 23 میلیون فلفل برداشت کنیم. گلخونه‌های فعلی اغلب با سوخت فسیلی کار می‌کنند، یعنی برای گرمایش نفت یا گاز می‌سوزونند. ولی اینجا حرارت متساعد شده از مرکز فاضلاب رو که 2.5 کیلومتر اون طرف تره تلمبه می‌زنند و از راه یک چرخه بسته به گلخونه می‌رسونند. فکر استفاده از حرارت فاضلاب از یک مهندس حرارت به اسم نیل لاسون. حقیقتش از خود طبیعت الهام گرفتم. یه روز زمستونی با سگم کنار رودخونه راه می‌رفتم. دیدم از جریان آبی که از سمت چپ میاد بخار بلند میشه. مرغابی ها نشسته بودن اونجا. معلوم بود از گرما خوششون اومده. دنبال اون جریان آب گرم رو گرفتم، دیدم میرسه به تأسیسات آب و فاضلاب. ثانیه 1000 لیتر آب تمیز با دمای 25 درجه می‌ریختن تو رودخونه. یعنی معادل 54 مگاوات حرارت داشت تلف می‌شد که میشه باهاش 15000 خونه رو گرم کرد. نیل و همکارانش از روی نقشه 43 مرکز تصفیه فاضلاب رو در جاهای مختلف بریتانیا شناسایی کردند. ما یه منبع کم انرژی پیدا کردیم که در حالت عادی انرژی تلف شده است. بعد اون گرمای کم درجه رو با پمپ حرارتی ارتقا دادیم تا به درد گرمایش گلخونه بخوره. گلخونه خیلی انرژی میبره. اینجا ما به یه منبع سرشار دسترسی داریم. یک فایده دیگه این شیوه جدید کشت اینه که وابستگی کشورهایی رو که دیگه مثل سابق آب کافی ندارند کم میکنه. در بخشهایی از جنوب اسپانیا آبهای سطحی شور شدن و به ناچار باید برن سراغ کشت محصولاتی که به شوری آب مقاومن. ولی ما اینجا در بریتانیا چون این مشکلی نداریم، چون مدام بارون میاد. هر چقدر آب لازم باشه میشه از بارونهای روی سقف‌ها جمع و بازیابی کرد. و تازه این تنها خاصیت سقف نیست. کل سقف رو طوری طراحی کردیم که بیشترین میزان نور جذب بشه، در حدی که حتی شیشه هم قابلیت پخش نور داره و نور رو یکسان به کل محصول میرسونه. در کل گلخونه بسیار پیشرفته ایه. نکته خیلی جالب اینه که در ظاهر ممکنه به نظر چیز خاصی نیاد، ولی در عمل کلی هوش مصنوعی در کامپیوترهای تنظیم کننده ی هوا به کار رفته. همه دریچه‌ها رو هوش مصنوعی هدایت میکنه. مثلا کامپیوترها مدام داده‌های سازمان هواشناسی رو بررسی میکنن تا جهت باد رو بدونن.
استفاده از کامپیوتر در کشاورزی رو به رشده. اخیراً در هلند یک مسابقه 6 ماهه گلخونی خودکار را انداخته بودند. هر گروه باید بتونه کل فرایند تولید گوجه فرنگی رو خودکار کنه. با حسگر و دوربین و مدل‌های کامپیوتری حساب می‌کردند به بوته‌ها دقیقاً چقدر غذا برسه. ناگفته پیداست که در تولید گلخانه‌ای از ربات هم استفاده می‌کنند. مثلا اینجا ربات محصولات رو از راهروی مرکزی میبره به بخش بسته‌بندی. اما شیوع کرونا نشون داد که باید به فکر تولید محصول در داخل کشور بود و شاید حتی با نیروی انسانی محدودتر. هیچ کس از آینده خبر نداره. مثلا در همه‌گیری کرونا ویروس ممکنه جهش ژنتیکی بکنه و وضعیتی پیش بیاد که یک مرتبه ببینیم خوراک به اندازه کافی نداریم. ما در این کشور همواره از مبادله و تردد آزاد و بدون محدودیت کالا بهره‌مند شدیم، ولی ممکنه این وضعیت تغییر کنه و اگر ما در بریتانیا برای تولید خوراک یه مقدار بیشتر به خودمون متکی نباشیم، ممکنه در آینده به مشکل بر بخوریم. البته اگه این پروژه موفقیت آمیز باشه، ممکنه همه این مشکلات حل بشه. متولیان شرکت کشت کم کربن معتقدن اگه هر 43 گلخونه که پیشنهاد کردن را بیفته، کل نیاز گوجه فرنگی و نیمی از مصرف فلفل بریتانیا رو تامین خواهد کرد. تا اونجا البته راه درازی مونده. علل حساب محصولات همین یکی از بهار آینده به بازار میاد. شرابسازی چیاچی در ایتالیا دقیقاً همون چیزیه که آدم از تاکستان‌های توسکانی توی فیلم‌ها دیده. از اونجایی که همه نمایشگاه‌های بازرگانی لغو شدن و امکان سفر و ملاقات با توزیع کنندگان نیست، مسئولان این کسب و کار سنتی ناچار رفتن سراغ مایکروسافت تیمز تا کارهایی رو که همیشه حضوری می‌کردند از راه دور انجام بدن. ناچاریم شراب‌ها رو مجازی به توزیع کنندگان معرفی کنیم. بعد تعطیلی نمایشگاه‌های مهم بازرگانی این راه جدید ارتباطی مونه. فکر نمی کنم نمایشگاه بازرگانی کلن برچیده بشن، ولی به نظرم هرچی بگذره آدم های علاقمندتر و زینفع بیشتری با برنامه های مشخصتری میرن نمایشگاه. مثلا در صنعت که ما هستیم، این نوع تحول دیجیتال در حد همین استفاده از مایکروسافت تیمز در کار ما انقلابی ایجاد کرد. اگه حتی کسب و کاری مثل شرابسازی هم به فکر آنلاین شدن باشه، احتمالاً آینده بسیار متفاوتی در انتظار هممون خواهد بود. این هفته توییتر از برنامه‌اش برای مسدود کردن حساب کیوانون خبر داد. طرفداران این گروه که به تئوری توطئه باور دارن، فکر میکنن افرادی دارن علیه رئیس جمهور آمریکا توطئه میکنن. فعالان طرفدار حریم شخصی گفتن سیستم آزمایش و ردیابی مبتلایان به ویروس کرونا در انگلستان ناقض قوانین حفظ حریم شخصیه و بدون ارزیابی تبعاتش اجرا شده. دولت بریتانیا گفته شواهدی مبنی بر استفاده غیرقانونی از داده ها وجود نداره. اسپاتیفای خدمات استریمینگ موسیقی پادکست ویدیویی به سیستمش اضافه کرده. البته در حال حاضر فقط پادکست‌های محدودی در دسترس هستند. و اپل اعلام کرده قصد داره تا سال 2030 بالانس تولید کربن رو به صفر برسونه. اگر دنبال غذاهای آینده نگر هستین و میخواین روی محیط زیست هم تأثیر بد نگذارین، این شما و این بیکن آزمایشگاهی. سازنده این بیکن شرکت هایر استیک میگه موفق شده بیکن رو با بیش از 50% سلولهایی که در آزمایشگاه کش داده شدن بسازه. و در آخر محققان دانشگاه کورنل مچبندی ساختن که به طور مدام تمام دست انسان رو به صورت سه‌بعدی ردیابی میکنه. از این دستگاه علاوه بر استفاده در واقعیت مجازی و اینترفیس های کامپیوتری میشه برای ترجمه زبان اشاره هم استفاده کرد.
در شرایط فعلی رستوران ها برای بازگشایی با مشکلات عمده ای روبرو هستند. در درجه اول بایستی مشتریاشون رو در فاصله ایمن از هم نگه دارند و همینطور باید به فکر سلامت کارکنانشون هم باشند. مسئله بعدی مسئله اعتماده. آیا در شرایط فعلی خود شما جرأت میکنید غذایی رو بخورید که یکی دیگه آماده کرده؟ اینجاست که موضوع به کلیک یعنی به ما ربط پیدا میکنه. آیا وقتشه که بریم سراغ ربات ها؟ ربات های غذایی شدیداً روی بورسند. بعضیاشون چند دقیقه‌ای رامن یا پیتزا آماده می‌کنند. البته امیدواریم که کار به اونجا نکشه که همه غذاهامون رو از دستگاه خودپرداز بگیریم. ولی این یکی واقعاً جالبه. با مواد اولیه سالاد درست می‌کنه. ما برای بیرون دادن مواد اولیه مختلف از فناوری‌های متفاوتی استفاده می‌کنیم. مایع ها رو پمپ می‌کنیم و جامد ها رو با مکانیزم‌های آسیاب مانند جابجا می‌کنیم. ولی هدایت کار با نرم افزار یا الگوریتمه که لحظه به لحظه وزن مواد اولیه رو رصد می‌کنه تا از هر چیز دقیقاً همونقدر که لازمه استفاده بشه. اگه این سامانه نبود احتمالاً به جای اینکه آووکادو تحویل بدیم گواکامولی تحویل می‌دادیم یا به جای یه قاچ گوجه فرنگی سس گوجه تحویل می‌دادیم. توی این برنامه در مورد ربات غذایی کم حرف نزدیم ولی به نظر میرسه این بار فرق داره. این ربات در بلاروس در یک بازه 12 ساعته بیش از 300 فنجون قهوه یا نوشیدنی دیگه تحویل میده. و هنوز هیچی نشده، جایگزین شده با قهوه خونه‌های تعطیل. This kind of way of serving the coffee is kind of different. خب این مدل قهوه گرفتن با اونی که یه آدم درست میکنه فرق داره. من شخصا ترجیح میدم در دوران کرونا اینجوری باشه. حالا چه فست فود باشه چه کافه و غذاخوری. Mostly all the fast food, you know, all the cafes and restaurants. Absolutely. شکی نیست که همه‌گیری کرونا فرایند چرخش به سمت فناوری روباتیک رو سریع کرده. به بعضی بازوهای روباتیک یاد دادن از ابزار استفاده کنند. به هر ماده اولیه تازه‌ای که اضافه میشه، جناب آلفرد باید ده ها هزار بار آزمون خطا کنه تا راه بیفته. آلفرد الان استفاده از ملاقه و قاشق سالاد خوری رو یاد گرفته. یه دوربین داره که تشخیص میده چی جلوشه. بعد به خاطر فشاری که به اون خوردنی وارد کرده، گشتاوری به خودش وارد میشه که از روی اون میفهمه که باید کمتر فشار بده یا بیشتر. ضمن اینکه هر لحظه میتونه با دوربینش توی ظرف رو نگاه کنه ببینه چقدر از چیزی که میخواسته ریخته. آلفرد هنوز از انسان کنتره ولی میتونه ساعتی 50 تا سفارش رو حاضر کنه. فقط در شرایطی که حس کنه کسی دور و برش نیست با حد اکثر سرعتش که 2 متر بر ثانیه از کار میکنه. اگه احساس کنه کسی خیلی بهش نزدیک شده کلن متوقف میشه. این ربات فعلا داره شیرینی پخش میکنه ولی برادر بزرگتر و جدیدترش چند تا بازو و چند تا خروجی خواهد داشت. قرار اون مدل جدید به زودی در یکی از غذاخوری های فروشگاه اینترنتی اوکادو استفاده بشه. این ربات میتونه چندین سفارش بگیره و خودش مسیر بهینه برای آماده کردن اون سفارش ها رو تعیین کنه. اسمش رو گذاشتیم مسیر پرواز. This is not a technology that is going to... طبعا این فناوری قرار نیست سال دیگه به بهره برداری برسه. اینجوری نیست که سال دیگه همه رستوران های لندن با ربات غذا بدن. ولی تصور ما اینه که در 3، 5 یا 8 سال آینده فناوری رباتیک در آشپزخونه مثل مایکروویو یا مخلوط کن رایج میشه. چند ماه پیش عمر مهتاب همکارمون رو که اوستای نونپزیه فرستادیم وردست یک ربات پیتزا پز که با هوش مصنوعی کار میکنه. نتیجه کار خودتون ببینید. پیتزا، دم دستی ترین غذای دم دستی و جهانی ترین غذای دم دستی که هر روز میلیون ها نفر در همه جای دنیا میخورن. این یکی رو ربات درست کرده. این دستگاه ساخت شرکت پیکنیکه. میگن میتونه ساعتی 300 تا پیتزا بزنه.
300 تا خیلی زیاده. یعنی 3 تا اجاق به این بزرگی لازم داری که پیتزاها رو بپزه. البته خمیر پیتزا رو همچنان باید آدم درست کنه، ولی از اونجا به بعد کاملا خودکاره. طرز کارش اینجوریه که اول روی این تبلت انتخاب میکنی چه جور پیتزایی میخوای، بعد خمیر رو میذاری توی دستگاه درست زیر این حسگر. این کارش اینه که تشخیص بده خمیر دقیقاً کجا قرار گرفته. واسه چی؟ برای اینکه باید بدون مواد روی پیتزا رو دقیقاً کجا بذاره. دستگاه 4 بخش مختلف داره: سس، پنیر، سبزیجات و گوشت. ولی اگه رستورانی بخواد منوی متنوع‌تر داشته باشه، میتونه مواد بیشتر هم میخواد اضافه کنه. در فاصله بین هر دو بخش یه دوربین کار گذاشته شده که در هر قدم از پیتزای در حال آماده شدن عکس میگیره. عکس‌ها رو میفرسته به هوش مصنوعی که تحلیل کنه و به مرور خودش رو بهتر کنه. یعنی هر چه بیشتر پیتزا درست کنه، کارش بهتر میشه. یعنی در نهایت باید یه پیتزای بی‌نقص بده بیرون، ولی همچنان یه بخش کار هست که خودم باید انجام بدم. از دستگاه بگیرم، بذارم این تو که بپزه. ما در حقیقت یک فرایند کاملا دستی رو دیجیتال کردیم. یعنی داده‌های مربوط به مصرف مواد اولیه، سفارش مشتری و دورریز رو ثبت می‌کنیم. چون گاهی ممکنه مواد اولیه بیش از اندازه خریده باشی و استفاده نشه. مشتری می‌تونه مستقیم از روی تلفن خودش سفارش بده و سیستم بهش میگه پیتزاش دقیقاً کی آماده میشه، چون می‌دونه دقیقاً کجای صفحه. خب حالا وقتش محصولش رو امتحان کنیم. از نظر طعم منظورمه. من خودم هم گاهی نون می‌پزم، ولی برای همین می‌خوام یه پیتزا هم خودم درست کنم و دستپخت جفتمون رو امتحان کنم ببینم کدوم بهتر پیتزا درست میکنی. وقتی آدم خودش پیتزا میپزه میتونه همه جزئیات رو تعیین کنه. مثلا یک کم زیتون سیاه برداره یا یک کم پنیر بیشتر روش بریزه. این کارها از دستگاه بر نمیاد. منتها اگه مثل من تازه کار باشی، اینجور ابتکار زدنها ممکنه کار رو خراب کنه. ای داد، بقیه‌اش چسبید به توری. ببینم مزه‌اش چی شده. اول مال من. صادقانه اگه بخوام بگم افتضاح بود. مال دستگاه چی؟ نامرد. خب باختم. مسئولین شرکت پیکنیک میگن در دوره کرونا کسب و کارشون رونق گرفته. برای اینکه خیلی‌ها رفتن دنبال فاصله گذاری در آشپزخونه‌ها و آماده کردن غذا بدون دخالت آدم. فقط سوال اینه که رستوران‌هایی که از این دستگاه استفاده کنن، غذاشون زیادی شبیه هم نمیشه؟ مشتری که میاد سراغ ما بر اساس موادی که استفاده میکنه، سبک کارش و شیوهی که پیتزا درست میکنه عمل میکنیم. یعنی هدفمون اینه که دقیقاً همون پیتزایی رو که الان سرآشپزمون میپزه بپزیم. فقط یک دسترشون کنیم و با پخت آسونتر و دورریز کمتر. به نظر میاد در آینده آشپزخونه پیتزا فروشی‌ها پر این دستگاه‌ها میشه، مگه اینکه مردم همچنان بخوان پیتزای دستساز بخورن. البته دستساز من نه. یکی بیاد کمک. حالا که خونه هستم یک حرکت خلاقانه بزنم. چند نفرتون توی قرنطینه همچین چیزی رو گفتید؟ گفتنش راحته، اما عمل کردن بهش چندان راحت نیست. برای اینکه خلاقیت همینجوری که به آدم نازل نمیشه. برای همین ما تصمیم گرفتیم که یه چند تا وبسایت که خلاقیت رو شکوفا میکنه بهتون معرفی کنیم. موزه گلوکسمن برای یادگیری خلاقانه یک مجموعه پروژه رایگان داره به اسم خلاق در خانه. کارهای ساده مثل بپاش و بکش رو با تمرین‌های همراه کردن تا تخیل مخاطب راه بیفته. مجله خانه‌داری خوب 2 روز در هفته روی فیسبوک کلاس کاردستی رو به طور زنده برگزار میکنه. همه درس‌ها به طور آنلاین در دسترسن. مجموعه کوچک و جذابی از کاردستی‌هایی که هم بزرگترها رو سرگرم می‌کنه و هم بچه‌ها رو. اگه خودتون طرحی دارید که چی می‌خواید درست کنید، اسکچ بوک ممکنه به کارتون بیاد. یک اپلیکیشن رایگان و ساده طراحی و نقاشی که روی همه دستگاه‌ها کار می‌کنه. توش چند جور قلم و قلمو در نظر گرفتند. در نتیجه می‌تونید با آزادی هنر خودتون رو بیان کنید. اگه طراحی دیجیتال رو تازه شروع کردید، کانال یوتیوبش پر از ویدیوهای آموزشیه که دستتون رو راه میندازه. نظرتون درباره دیجی شدن چیه؟ میتونید یک شب برای دوستاتون با پلاگ دیجی مهمونی برگزار کنید. نام‌نویسی رایگانه. یک آواتار درست کنید و یک فهرست از آهنگ‌های موجود روی یوتیوب یا ساوندکلاود بسازید. بعد دوستاتون رو دعوت می‌کنید که بهتون بپیوندن تا دور هم باشید.
هم آنلاین با هم حرف میزنید و هم به نوبت آهنگ میذارید. اگه اینو دوست نداشتید، سایت سوفا سینگرز هم هست. هر هفته یک شنبه شب نام نویسی میکنن. برای جلسه های هفتگی تعداد محدودی پذیرش دارن که با زوم برگزار میشه. اگه کلن انرژی کار خلاقه نداریدم، هیچ خودتون رو ناراحت نکنید. اینستاگرامتون رو باز کنید و برید توی صفحه آپورسی و نگاه کنید چه کارهایی که از بشر بر نمیاد. همه جای دنیا مسابقات فوتبال داره کم کم از سر گرفته میشه، ولی در ورزشگاه‌های خالی. در دانمارک مسابقات رو از اواخر می شروع کردند. برای اینکه استادیوم مثل خونه اشباح نباشه و شور و حال استادیومی داشته باشه، باشگاه آرهوس یک سکوی 40 متری مجازی درست کرد. ما میدونستیم که برای چند بازی اول تماشاگر نداریم، بنابراین میخواستیم یه جوری اون حس کنار هم بودن هوادارا رو بازسازی کنیم و راستش خیلی خوب از آب در اومد. حتی یه لحظاتی آدم احساساتی میشد. اولین بازی که این سکوی مجازی رو آزمایش کردیم، دقیقه های آخر بازی گل مساوی رو زدیم. گل خیلی مهمی هم بود. من بالا رو نگاه کردم و دیدم روی اون صفحه بزرگ یه آقا و خانم محسن هستن که خانم سرپا وایستاده بود و تشویق میکرد. بعد برگشت همسرش رو که همچنان نشسته بود بوسید. چون این لحظه‌های نابی رو به لطف همین فناوری داریم. این که میتونیم بریم توی خونه هوادارا. یه دوربینم زیر نمایشگر گذاشته بودیم. اگه بازیکنی میخواست میتونست بره کنار زمین تشویق کنه و هوادارا هم از خونه میدیدنش. باشگاه اف سی میتلاند که صدرنشین لیگ دانمارک هم استادیومش رو ماشین رو کرده بود. هوادارها میتونستن با ماشین بیان جلوی صفحه‌های عظیمی که توی پارکینگ ورزشگاه کار گذاشته بودند. گزارش بازی هم از رادیوی ماشینشون پخش میشد. البته اون بازی رو یکی هیچ باختند و احتمالاً همه در سکوت برگشتن خونه. اما یه شرکت فکر هواداران مجازی رو یک گام به جلو برده. شرکت اوز اسپورتس راه حلی پیدا کرده که هوادارها میتونن با آواتارشون به کمک واقعیت ترکیبی برن استادیوم. So we have people that they can sign up from their homes. They can pick their avatar. شیوه کار ما اینجوریه که مردم از خونه نام نویسی میکنن. آواتارشون رو هم انتخاب میکنن. میتونن پیراهن تیم محبوبشون رو هم انتخاب کنن. همینطور صندلیشون رو توی استادیوم. کار ما اینه که این آدم‌ها رو به بخش جدیدی از یک فضایی ببریم که با پخش تلویزیونی بازی ترکیب شده. یعنی کارگردان تلویزیونی که تصمیم میگیره تصویر کدوم دوربین پخش بشه، یه نسخه افزوده از چهره ها رو هم میبینه. در نتیجه مثلا یه لحظه که یه نفر داره یه کار بامزه میکنه، مثلا میرقصه یا تیم محبوبش رو تشویق میکنه، تصویر تلویزیونی میتونه زوم کنه روی اون شخص و یه جورایی به بازی انرژی بده. نشون بده که طرفدارایی بیرون استادیوم هستن که دارن تیمشون رو تشویق میکنن. Energy back into the game to show that there are people out there that are cheering for the club, etc. چند هفته پیش شبکه تلویزیونی اسکای اسپورتس اعلام کرد که از روی بازی فیفا 2020 صدای جمعیت رو برمی‌داره و روی بازی‌های لیگ برتر انگلستان پخش می‌کنه. بی‌تی اسپورت هم روی بازی‌های بوندسلیگا متناسب با موقعیت‌هایی که توی بازی پیش میاد صدای جمعیت پخش می‌کنه. البته هر دو شبکه این امکان رو به بیننده تلویزیون میدن که انتخاب کنه این صدا رو می‌خواد یا نه. در اسپانیا هم لالیگا طرح‌های مشابهی داره. اما حالا سوال اینه که اگه از فناوری به عنوان یار 12ام استفاده کنیم خوبه یا بد؟ من خودم به طور کلی از چیزای تقلبی خوشم نمیاد. با این حال در این یک مورد خاص کاملا موافقم 100%. این که مثل دانمارک تصویر مردم رو با زوم بندازی دور استادیوم خیلی کار قشنگیه. از هر نظر بگی قشنگه. عالیه. یعنی نزدیکترین حالت به فوتبال واقعیه. احتمالاً در هفته‌های آینده که مسابقات فوتبال بیش از پیش راه می‌افتند، باشگاه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی بیشتری به راه‌حل‌های فناورانه متوسل می‌شن. هرچند که اگه به من باشه، میگم هیچی استادیوم واقعی نمیشه. برنامه کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از راه توییتر با شانسی @persianclick.
ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد و موضوعاتی نو، بدرود و خدا نگهدار.